خوش آمدید. ساعت 9 صبح به وقت تهران بیننده و شنونده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فرهناز اسفند هستید. سرخط خبرها. اعطای جایزه نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی به ایران اینترنشنال. سردبیر اجرایی ایران اینترنشنال تلاش‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی برای محدود کردن روزنامه‌نگاران را بی اثر خواند. بازتاب گسترده انتشار فیلم جدید از برخورد خشونتبار نیروی انتظامی با یک زن. سخنگوی شورای نگهبان خواستار تشدید سختگیری‌ها در لایحه حجاب اجباری شد. ادامه تهاجم زمینی و هوایی ارتش روسیه به منطقه خارکیف. اوکراین عقب نشینی از برخی مناطق را تایید کرد. مراسم افتتاحیه 16 اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی روز سه‌شنبه برگزار شد و جایزه شجاعت سال 2024 نشست به ایران اینترنشنال اهدا شد. علی اصغر رمضان‌پور، سردبیر اجرایی خبر ایران اینترنشنال، در این رویداد از مردم شجاعی یاد کرد که این رسانه را با فرستادن پاره‌های حقیقت و داستان‌های زندگی خود یاری کردند. او گفت تلاش‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی برای محدود کردن روزنامه‌نگاران بی‌اثر است. برای ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران، کمک NGO ها، سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی همواره مایه دلگرمی و احساس برخوردار بودن از حمایت اخلاقی و سیاسی بوده. حمایت از مردم ایران در شرایطی انجام میشه و به ظهور میرسه که همچنان شاهد ادامه سرکوب مردم، حبس اونها، به بند کشیدن اونها، نقض حقوق زندانیان سیاسی، اقلیت‌ها و خشونت خیابانی علیه زنان هستیم، شکنجه، قتل‌های حکومتی و ادامه اعدام‌های غیرقانونی. Although often powerless to prevent such horrors, the need to talk truth to power has real meaning for people without power. البته اگرچه که شاید خیلی از مواقع قدرت متوقف کردن این ظلم و این بی‌عدالتی ها رو نداشته باشیم، این خیلی مهمه که همواره صدای مردم رو بلند کنیم و مردم با حاکمان خودشون و با زورگویان صحبت کنند و فریاد خودشون رو به گوش اونها برسونن. پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، بعد از پایان نشست ژنو با اشاره به حمله به روزنامه‌نگاران در خارج از کشور از سیاستمداران غربی خواست تا در مقابل تهدیدهای جمهوری اسلامی بایستند. او گفت حمله به من تنها حمله به یک شخص نبود، بلکه حمله به روزنامه‌نگاری و ایران اینترنشنال هم بود. همونطور که خبرها رو ممکنه که شنیده باشید، من یک روزنامه‌نگار ایرانی بریتانیایی روز 29 مارس در شهر محل سکونتم در لندن در خاک بریتانیا هدف یک حمله تروریستی قرار گرفتم. متشکرم از همه پیام‌های پرمحبت شما، پست‌های شما در سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی. حمایت شما برای من و خانواده‌ام بسیار با ارزش بوده. ولی می‌خوام یک بار دیگه تأکید کنم که این یک حمله علیه من پوریا زراعتی صرفاً نبوده. این یک حمله بوده علیه روزنامه‌نگاری، آزادی بیان و ارزش‌های لیبرال بنیادی در غرب. این حمله تروریستی، این اقدام تروریستی برای خاموش کردن و مرعوب کردن ما، در واقع چکیده ایست از اون چیزی که مردم شجاع ایران هر روز دارن در زندگی خودشون تجربه میکنن در داخل این کشور. در دو سال اخیر مردم ایران خواسته خودشون رو خیلی روشن در خیابان‌های کشور بیان کردن. ما باید صدای اونها رو به همون شفافی بشنویم. مردم ایران دموکراسی میخوان و حاکمیت قانون مبتنی بر ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر و صلح با همسایگانشون و تمام جهان. اتفاقی که برای من افتاد در مارس، روز 29 مارس، شاید در نوع خودش بی سابقه بوده باشه، اما قطعاً اولین باری نبود که رژیم اسلامی ایران یک حمله رو علیه روزنامه‌نگاران در جهان آزاد تدارک دیده بود و متاسفانه آخرین بار هم نخواهد بود.
فکر می‌کنم الان زمانش فرا رسیده که سیاستگزاران و سیاستمداران غربی به این نتیجه بالاخره برسن که دیگه بسه. یک سیاست جدید رو فوراً بهش نیاز داریم، برای اینکه بایستیم در برابر تروریسم رژیم جمهوری اسلامی در ایران و حمایت کنیم از آرمان‌های مردم ایران، و در این مسیر همه ما نقشی برای ایفا کردن داریم. امیدوارم که مخاطبان ما امروز اینجا، نهادهای حقوق بشری، وکلا، حقوقدانان، اکتیویست‌ها و جامعه رسانه‌ها بتونن که به این تغییر سیاست در دنیای غربی، جهان غرب کمک کنن تا انقلاب بزرگ مردم ایران که سپتامبر 2022 شروع شد به پیروزی برسه. و شما اینجا در جهان غرب دیگر تحت تهدید رژیمی نباشید که علیه و دشمن ارزش‌های بنیادی انسانی است. خیلی متشکرم. سخنگوی شورای نگهبان خواستار تشدید سختگیری‌ها در لایحه حجاب اجباری شده و گفته این لایحه نباید خلاف شرع و قانون اساسی باشد. از سوی دیگر همزمان با ادامه نافرمانی مدنی زنان ایران مقابل تحمیل حجاب اجباری، رفتارهای خشونتبار نیروهای انتظامی و امنیتی با زنان کشور ادامه دارد و انتشار ویدیوی جدید در این باره بازتاب گسترده‌ای داشته. بر اساس این تصاویر یک مأمور نیروی انتظامی زنی را هدف برخورد فیزیکی و خشونت شدید قرار می‌دهد. انتشار تصاویر ضرب و جرح این زن به دست افسر نیروی انتظامی با اعتراض گسترده شهروندان در رسانه‌های اجتماعی همراه شد. در واکنش به این اعتراض‌ها، مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی اعلام کرده این مأمور پلیس را بازداشت و از ادامه کار معلق کرده است. نیروی انتظامی مدعی شده برخورد و رفتار غیر متعارف با شهروندان را تحمل نمی‌کند. اما همزمان تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای پلیس سه‌شنبه در میدان ولیعصر تهران یک مرد موتورسوار به همراه زنی را که ترک موتورش نشسته با خشونت بازداشت کردند. بر اساس توضیحات شاهدان عینی، پیش از بازداشت شال زن از سرش افتاده و مأموران به خاطر رعایت نکردن حجاب از سوی زن، مرد را با خشونت متوقف و بازداشت و در کیوسکی اطراف میدان ولیعصر او را به شدت کتک زده و سپس زن را هم بازداشت کرد. لادن بازرگان، فعال سیاسی و حقوق بشر از اورنج کانتی کالیفرنیا به ما پیوستند. خانم بازرگان، همزمان با این رفتارهای خشونتباری که داریم در سطح خیابانهای ایران میبینیم، سخنگوی شورای نگهبان خواستار این شده که سختگیری‌ها در لایحه حجاب بیشتر بشه. در واقع به نظر میرسه ما در مسئله حجاب اجباری با تندروها و تندروترها روبرو هستیم. چرا حکومت تا این حد ما در مسئله حجاب سختگیره و به عبارتی زن آزاری میکنه؟ چون رژیم نگران بقای حکومتشه. هر حکومت دیکتاتوری برای اینکه بتونه ادامه پیدا بکنه به اطاعت، همکاری و تسلیم شهروندان خودش احتیاج داره و زنان با این مقاومت مدنی که دارن میکنن کاملا رژیم رو به چالش کشیدن. در دهه 60 وقتی که به ما میگفتن سوار ماشین بشو، ما خیلی ساکت بره‌وار واقعا سوار ماشین میشیم و مقاومتی نمیکردیم و درنتیجه هزینه‌ای برای اینها نداشت دستگیر کردن ما، آزار دادن ما. اما الان این زنان با مقاومت خودشون باعث میشن که ده‌ها پلیس مجبور شن وارد قضیه بشن برای دستگیری یک نفر با دنبال کردن قوانین مقاومت مدنی. جیغ میکشن، سر و صدا میکنن، مقاومت میکنن و همه اینها باعث میشه که هم شهروندان این صحنه ها رو ببینن و آزرده بشن و عصبانی بشن از دست حکومت در قدرت و هم باعث میشه که جامعه جهانی نگاهش به این متوجه بشه، ببینه که ما چه حکومت آپارتاید جنسیتی داریم و بخواد جلوش بایسته. این رژیم زن رو در یک نقش سنتی تعریف میکنه و ازش تقاضای تمکین داره، چون
میخواد نصف جامعه رو در درون خونه ها پنهان بکنه. اینها واقعا رژیم جمهوری اسلامی ایران پدر طالبان و پدر بزرگ آیسس و هیچ فرقی با داعشی ها ندارن و به همین دلیلی که با زنان ما الان دارن اینطوری برخورد میکنن و زنان با این سرپیچی سیاسی که دارن انجام میدن قدرت رژیم رو به چالش کشیدن. از روی دیگه میشه گفتش که تشدید اقدامات حکومت در ماهای اخیر به معنای عدم موفقیت حکومت در تحمیل حجاب اجباری در سالهای گذشته بوده. دقیقاً این کسانی که الان دارن در خیابون‌های ایران جلوی این رژیم می‌ایستن، در این رژیم به دنیا اومدن و بزرگ شدن. 46 ساله که این حکومت داره بر طبل حجاب اجباری، اسلام سیاسی و دستورات دینی می‌کوبه و الان نتیجه‌شو داریم می‌بینیم که چطور زن‌ها جلوش ایستادن و تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی شکست خورده و نشون داده که اینها نتونستن زنان رو وادار بکنن که زن‌ها واقعا بپذیرن که نصف انسان هستن و اینها همه نشون میده که رژیم شکست خورده است. همین دلیل هم داره با این میزان خشونت با مردم رفتار میکنه، برای اینکه از آینده خودش بیمناکه و میدونه که این فریادهای مقاومت ها دامنش رو خواهد گرفت. همونطور که ببینیم گروه های زیادی از درون خود رژیم هم دارن ریزش میکنن، کسانی که واقعا خودشون مذهبی بودن به توطئه اصلاحات باور داشتن و یا به این رژیم الان اومدن و دارن به رژیم اعتراض میکنن برای این سرکوب ها و فشارهایی که داره به زنان میاره و اینها همه خبرهای خوبی است. متشکرم از توضیحاتتون لادن بازرگان، فعال سیاسی و حقوق بشر از اورنج کانتی. محکومیت جواد ساداتی نژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در پرونده چای دبش با واکنش‌های گسترده در رسانه‌های داخلی مواجه شده. روزنامه توسعه ایرانی با اشاره غیر مستقیم به حکم سبک وزیر پیشین کشاورزی تیتر زد 3 سال حبس برای فساد 735 میلیون دلاری. روزنامه سازندگی هم قرار گرفتن 2 وزیر در مزان اتهام فساد چای دبش را با تیتر وزرای دبش پوشش داد. رضا فاطمی امین وزیر پیشین سمت نیز در این پرونده احضار شده. همکارم فرزانه بصرپور درباره واکنش روزنامه‌ها به محکومیت وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش توضیح می‌دهد. روزنامه ها سوالات و ابهامات زیادی براشون مطرحه در مورد این پرونده و همین رو بازتاب دادن. مثلا یادداشتی رو دیدم یکی از حقوقدانان آقای علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشته بود که به این نکته پرداخته بود که چرا اساساً هیچ اطلاع رسانی مستندی درباره این پرونده که بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در ایران هست به لحاظ رقم فساد انجام نشده، چرا دادگاه غیر علنی بوده، چرا ما نمیدونیم چه کسانی دقیقاً در ارتباط با این پرونده دستگیر شدن یا مورد بازجویی قرار گرفتن و سوالات بسیاری هست و حقوقدانان معتقد میگویند که مطابق اصل 165 قانون اساسی اصلا غیر علنی بودن دادگاه ها فقط یک استثناست و اصل بر اینه که همه دادگاه ها بایستی علنی باشه، ولی ما میبینیم که روند دادرسی ها در قوه قضاییه بنابر این که حالا موضوعات به دولت یا حاکمیت مرتبط باشه غیر علنی و غیر شفاف هست و الان سوال اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این حکم 3 سال حبس برای ساداتی نژاد اصلا حکم درخوری هست و با فعل ارتکابی وی همخوانی داره، یا از کجا معلوم که حالا کسان دیگری که درگیر این پرونده بودن جرائم بزرگتری مرتکب نشدن. ممنونم که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعطای جایزه نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی به ایران اینترنشنال. سردبیر اجرایی ایران اینترنشنال تلاش‌های تهدیدآمیز جمهوری اسلامی برای محدود کردن روزنامه‌نگاران را بی‌اثر خواند. ادامه تهاجم زمینی و هوایی ارتش روسیه به منطقه خارکیف. اوکراین عقب نشینی از برخی مناطق را تایید کرد. با تهاجم روسیه به شمال شرق خارکیف، ارتش اوکراین از این منطقه شروع به عقب نشینی کرده است. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیه اعلام کرده برای حفظ جان سربازان و جلوگیری از تلفات، نیروهای این کشور به مواضع امنی عقب نشینی کردند. فرماندار منطقه تحت حمله گفته 2 نفر بر اثر گلوله باران کشته شده و بیش از 7500 تن از ووچانسک و مناطق مرزی مجاور تخلیه شدند.
اما همزمان بر اثر سه حمله جداگانه روسیه به ساختمان‌ها و مناطق مسکونی در مرکز شهر خارکیف بیش از 10 نفر زخمی شدند. تمرکز این حملات در مرکز شهر و نزدیک ایستگاه مترو پروموها بوده. منطقه خارکیف این روزها از زمین و هوا تحت حملات سنگین روسیه قرار دارد. در خبر دیگر، به گزارش بیزنس اینسایدر، سیستم دفاع هوایی اوکراین در برابر موج جدید حملات پهپادی سنگین روسیه قادر به رهگیری نیست. این گزارش میگوید روسیه با ارسال تعداد زیادی از پهپادها در پی دریافت اطلاعاتی در مورد موقعیت سایت‌ها و سلاح‌های حیاتی اوکراین است تا بعداً بتواند با استفاده از موشک‌های تاکتیکی هدایت‌پذیر این اهداف را مورد حمله قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا در سفر به کیف از ارسال کمک‌های جدید نظامی ایالات متحده به اوکراین خبر داد. آنتونی بلینکن در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اوکراین پس از دریافت بسته کمک نظامی 61 میلیارد دلاری آمریکا تفاوتی واقعی در میدان جنگ ایجاد خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم با قدردانی از حمایت‌های آمریکا به بلینکن گفت دریافت هر چه زودتر کمک‌های نظامی برای کشورش اهمیتی حیاتی دارد. برای بررسی بیشتر این اخبار همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل از سیاتل. آقای روشندل، روسیه در منطقه خارکیف که دومین شهر بزرگ اوکراین پس از کیف دست به حمله جدیدی زده، اما هدف روسیه از این حمله چیه؟ با درود به شما و بینندگان عزیز، هدف روسیه استفاده از کاهش توان دفاعی اوکراین و اشغال خارکیف است. این هدف نهاییش هست، ولی حملات 4 روز اخیر در اطراف خارکیف بوده و هنوز زود هست که بگیم که روسیه میتونه خارکیف رو اشغال بکنه. متقابلا اوکراین هم امکانات آتشباری داره علیه اهداف مهمی در استان بلگرود که همین شنبه و یک شنبه اخیر با حملات هوایی اوکراین 15 نفر در اونجا کشته شدن. بنابراین با توجه به اینکه روسیه توان نظامی قوی تری داره در مقایسه با اوکراین، به خاطر تأخیری که شده در رساندن کمک های تجهیزات نظامی به اوکراین، حالا داره از این خلأ استفاده میکنه و هدفش این است که یک نوار حائل 10 کیلومتری در امتداد مرزهای شمالی خارکیف فراهم بکنه، با خونسا کردن سیستم ضد هوایی کیف بتونه خارکیف رو اشغال بکنه. اما در ادامه می‌بینیم که بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا و در مجموع ناتو و اتحادیه اروپا روز به روز در حال حمایت بیشتری از اوکراین هستند. این کمک‌ها چقدر در تغییر معادلات جنگ می‌تونه موفق باشه؟ این کمک‌ها تا چند وقت پیش مؤثر بوده به دلیل که کمک‌های آمریکا هم مکمل اون بود، ولی در هر حال اینو باید توجه بکنیم که در طول بیش از 2 سال جنگی که رخ داده، اوکراین بیشتر جنبه دفاعیش حفظ شده و تقویت شده و نه جنبه تهاجمیش. توقع اوکراین این استش که ناتو نیروی نظامی اعزام بکنه به روسیه هم از این قضیه نگرانی داره. باید توجه بکنیم که با در نظر گرفتن بخشهایی از خاک اوکراین که در دست روسیه است و اشغال شده، این اشغال از طریق نیروی زمینی و اشغال سرزمینی صورت میگیره. نیروی هوایی و یا دفاع ضد هوایی به تنهایی کافی نیست جلوی گسترش سرزمینی روسیه رو بگیره. روسیه از لحاظ نفرات برتری داره به اوکراین و یک جنگ زمینی رو نمیشه صرفاً با توان دفاعی هوایی جلوش رو گرفت. نمونش وضعیتی است که الان در اوکراین شاهد هستیم. اگر نیروهای نظامی ناتو وارد نشن و یا اینکه توان نظامی اوکراین که روز به روز رو به کاهش است به هر دلیلی نتونه یک تقویت اساسی پیدا بکنه، ممکنه تابستان بسیار بدی در پیش رو باشه و یا ممکن استش که این جنگ با همین وضعیت برای مدت نسبتاً طولانی ادامه داشته باشه. و واقعاً یکی از نگرانی‌های روسیه هم این هستش که ناتو به مدد
اوکراین برسه و نه فقط دفاع ضد هوایی که اوکراین توقع داره از آمریکا بگیره، گنبد آهنین رو بگیره و مجموعه اینا به تنهایی کافی نیست، دست کم برای رسوندن دو طرف پای میز مذاکره و ایجاد حالت تعادلی که دو طرف مذاکره رو قبول بکنن. متشکرم از توضیحاتتون. جلیل روشندل، استاد روابط بین‌الملل از سیاتل. و حالا نگاهی بیاندازیم به دیگر خبرهای مهم امروز از گوشه و کنار جهان. بنابر اعلام مؤسسه انتشاراتی پنگوئن کانادا، در روز سه‌شنبه آلیس مونرو، داستان نویس سرشناس کانادایی، در 92 سالگی درگذشت. آلیس مونرو برنده 22 جایزه ادبی از جمله نوبل سال 2013 و جایزه بوکر سال 2009 در ادبیات بود. از او به عنوان نویسنده موشکاف و استاد داستان کوتاه معاصر یاد می‌شود. پارلمان گرجستان لایحه بحث برانگیز موسوم به نفوذ خارجی را تصویب کرد. این در حالی است که مردم گرجستان از ماه گذشته مخالفت خود با این لایحه را با برگزاری تجمعات اعتراضی گسترده اعلام کرده بودند. معترضان میگویند این طرح برگرفته از یک لایحه روسیه است که منجر به افزایش سرکوب مخالفان دولت خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا بسته 1 میلیارد دلاری کمک تسلیحاتی به اسرائیل را برای بررسی به کنگره ارسال کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفته آخرین بسته تسلیحاتی ارسالی به اسرائیل شامل گلوله تانک، خمپاره و خودروهای زرهی تاکتیکی است. هفته گذشته جو بایدن ارسال بمب‌های سنگین به اسرائیل را به دلیل نگرانی از استفاده آنها برای تهاجم به رفح به تعویق انداخته بود. در کالدونیای جدید در پی ناآرامی‌های شبانه که منجر به آتش زدن وسایل نقلیه و مسدود شدن جاده‌ها شد، قرار منع آمد و شد اعلام کردند. تظاهرات و خشونت پیش از رأی‌گیری در مورد تغییرات در قانون اساسی کالدونیای جدید آغاز شده. فرانسه اعلام کرده پلیس بیشتری را در تلاش برای کنترل شورش‌ها در این منطقه اعزام خواهد کرد. کالدونیای جدید مجموعه‌ای از جزایر تحت کنترل فرانسه در اقیانوس آرام است. در ارتباط با این خبر همراه هستیم با همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن در استرالیا. علیرضا، از ناآرامی‌ها در کالدونیای جدید به عنوان مجموعه‌ای از جزایر تحت تملک فرانسه در اقیانوس آرام بیشتر است بشن. فرانسه، اجازه بده من خیلی کوتاه اصلا توضیح بدم کالدونیای جدید کجاست. مجموعه جزایر تحت تملک فرانسه در اقیانوس آرام هستش که یعنی به نوعی مجموعه فرانسوی در خارج از این کشور. پایتختش نومیاست. اهالی کالدونیای جدید شهروندان فرانسوی و اروپایی هستن با حق زندگی در هر نقطه از فرانسه، حق رأی دادن دارن در انتخابات ملی و استانی فرانسه، اما جزو اتحادیه اروپا یا منطقه یورو یا شنگن نیستن. رئیس جمهور فرانسه، رئیس دولت کالدونیای جدید هستش که کمیسر عالی فرانسه در کالدونیا هم نمایندگی اون رو میکنه. 1/4 ذخایر نیکل جهان در کالدونیا هستش، صادر کننده نیکل هستن. صنعت گردشگری دارند. تولید ناخالص داخلیشون هم از کشورهای جزیره اقیانوس آرام بالاتر هستش. اما بپردازیم به اصل خبر. منشأ این تظاهرات و خشونت‌ها در کالدونیای جدید برمیگرده به رأی‌گیری در مجلس ملی فرانسه در ارتباط با اینکه میخوان دایره بزرگتری از رأی دهندگان رو در کالدونیای جدید تشکیل بدن. آنچه که کمیسر عالی کالدونیای جدید در فرانسه اعلام کرده، آن چیزی که باعث تشدید تنش‌ها شده در روز دوشنبه این بوده که خب در جریان اصلاحات قانون اساسی و طرح پیشنهادی که رأی داده خواهد شد به اون در مجلس ملی فرانسه، فرانسویانی که 10 سال حداقل در کالدونیا زندگی کرده باشن میتونن در انتخابات استانی رأی بدن. یعنی حدود 14.5% به جمعیت رأی دهندگان که عمدتاً هم با سرزمین اصلی فرانسه ارتباط دارن اضافه میشه. و خب این باعث شده که کسانی که طرفدار استقلال کالدونیا جدید هستن، یعنی اون بخش 39% جمعیت فرانسه که بومیان هستن، بومیان کاناک ها، باعث بشن که این موضوع فکر کنن که این موضوع باعث میشه که سیاستمدار فرانسوی نفوذ بیشتری پیدا بکنن، نقش بومیان در کالدونیای جدید کمتر بشه. چرا که فرانسه در معاهده نومیا
در سال 1998 میلادی متعهد شدش که قدرت بیشتری رو به این قلمرو خودش در اقیانوس آرام بده با جمعیتی نزدیک به 300 هزار نفر. سه تا رفراندوم هم برگزار شده بر اساس اون توافقنامه. رفراندوم هایی که در سال 2018، 2020 و 2021 میلادی برگزار شده که هر سه این رفراندوم ها رأی ندادن به استقلال. و خب رفراندوم آخر دسامبر 2021 بودش که همین کاناک ها، یعنی 39% از بومیان کالدونیای جدید، بایکوتش کردن و خب 96% رأی منفی دادن. آقای مکرون در سفری که داشت به کالدونیا اعلام کردش که موافق نیست با رأی همه پرسی دوباره در این قلمرو. به تبع خب باید طی روزهای آینده چطور خواهد شد. فرانسه هم دستور داده نیروهای پلیس بیشتری بره به کالدونیا برای کنترل نارامی ها در این قلمرو خودش، که تا الان هم بیش از 130 نفر رو دستگیر کردن در اونجا. متشکرم از توضیحاتت علیرضا محبی از ملبورن استرالیا. فراموش نکنید که شما میتونید در اپلیکیشن اینتل پلاس آخرین خبرها رو دریافت بکنید. در این اپلیکیشن برنامه های خبری، مستندها و پادکست های ایران اینترنشنال در دسترس شماست. همه اینها بیشتر تنها با دریافت این اپلیکیشن که برای دستگاه های هوشمند طراحی شده. سپاس از همراهیتون تا اینجا. رأس ساعت 10 صبح به وقت تهران، ریحان فلاح با یک مجموعه خبری دیگر همراه شما خواهد بود. وقت شما خوش.